دوستان خوبم سلام، من شهاب صادقی هستم و به کانال خودتون خیلی خوش اومدین. ترک جدید ویدیو کلیپ اومده از دلو به اسم مدرسه. اولین بار هستش که فکر میکنم صدای دلو رو میشنوم و امیدوارم که با هم لذت ببریم. آنالیز و ریاکشنش رو با من همراه باشید. بریم. مهر 93 آقا من یه چیزی بگم بچه ها، من همیشه شاید اول مدرسه بودم، توی حالا دانشگاه اینا هم درسام اینا همیشه خوب بود، خیلی همیشه عشق درس و اینا بودم، ولی بیزار بودم از مدرسه، اصلا ابر بیزار. میاد صدا آلارم، پا میشم دنبال بادیلی هارم تو ایران هر من این واقعا راجع به مدرسه اصلا فکر کردم مثلا یه تشبیهی یه استعاره ای میست که ترک واقعا راجع به مدرسه است. چه عجیب نی؟ میاد صدا آلارم، پا میشم دنبال بادیلی هارم تو ایران هر مدرسه گنگه، یه گنگ بدون آر مثل کری دوتا دوتا باید آپا رو بکنی فارم توی صف 12 سال عمر تو لیگادش از جلو نظام. ببین الان بچه ها، الان اگر که شما مدارس یه شکل دیگه به من بگین، من بگم زبان ما چه شکلی بود. یعنی من متولد سال 62 هم، سیستم اینطوری بود که اولا من تو دبیرستان، حتی یعنی مثلا ما 18 سالمون بود باید خیلی مثلا خوشتی پینامی بودیم، یادم تو اوج سنیه که دوست داره تیپ بزنه، چجوری شما الان مثلا مدل مو فلا، ما باید موامون رو با 8 ماکسیموم میزدیم و دبیرستان و دبستان که اصلا هیچی. من دارم راجع به دبیرستانی صحبت میکنم که دیگه آدم بزرگ میشه، دبستان رو ولش کن. بعد یه تو دبیرستان مدنی دزاشیب سر نیاوران، اگه نمیم شنیدین یا دیدی باشین، اونجا میگفتن پادگان مدنی، یا آقایی بود به اسم جوراب چینامی مدیر مدرسه بود که مثلا میومد صف میگفت من فلان میکنن، کلت میزد بیرون و این اصلا اطلاعاتی بود. چی بود؟ فلک میکرد. یعنی ما مال اون زمان هم که من بودم هم فلک بود، زندانی میکرد. مثلا میگفتش که از خیابونه یه آب میوه فروشه، نمیدونم چی بود، الان یادم نمیاد اسمش، توچال بود چی بود، یه دبیرستان دخترانه بوعلی هم بود توی فرمانیه، این از اینجا تا اینجا ممنوع بود رفت آمده یک مثلا محصل دبیرستان خودش، اگه میدید مثلا زندانی. اینجوری بود، این میگه 12 سال به سایش رفت و اینها. باید آپا رو بکنی فارم توی صف 12 سال عمر تو لیگادش از جلو نظام. هنوزم هست از جلو نظام. الله اکبر. فلان متنفرم از ته دل، من اول مه کتاب تو کولی تابستون کوتاه رو باید بریم. این جمله تاریخیمون از جلو نظام. متنفرم از ته دل، من اول مه کتاب تو کولی، اگه یه بارم نرفته باشی دم دفتر شرمنده سوسولی. اون موقع حالا من اصلا کفتو میبره. من تا سوم راهنمایی قبلا هم گفتم از کوتاه به بلند بود صفا دیگه، از زمان ما که این شکلی بود، من از کوتاه به بلند از نوک کار من سوم بودم، بعد یهو اول دوم دبیرستان از اول دبیرستان از آخر دوم و دوم دبیرستان آخر بودم. این فرمت قد کار بود و چی می‌خواستم بگم یادم رفت، کتاب تو کولی یه بارم نرفت و من همیشه چون درسم اینا خوب بود، من خیلی شیطون بودم. اصلا عجیبه، من تو دانشگاه هم اصلا از همه شرطر بودم، طوری که حالا ولش کن دانشگاه رو و دبیرستان و مدرسه و حالا همیشه اینجوری بودم، ولی چون درس خون بودم هیچکی فکر نمی کرد کار منه. و من چیکار میکردم؟ من با این توی دبستان راهنمایی با این گولاخلات های مدرسه همیشه رفیق بودم. مثلا من درسم چون خوب بود به اونا یاد میدادم فلان، همیشه یه بادیگاردایی داشتم. خب من از اینا بودم که آره ببخشید امروز قرار بود امتحان بگیرین، بعد خب اینا با من چپ بودن دیگه همه، ولی این گولاخا با من رفیق بودم. من همیشه ایمن میرفتم خونه، چون میدونین که سیستمش اینطوریه که شما ایمن عموما خونه نمیری، یه انگول ریز تو
مدارس دبستانی نه همیشه میشی من ایمن بودم. رفته باشی دم دفتر شرمند سوسولی، اون موقع صدا من خروسی بود، کوچیک بودم ارزی طولی، الان تو ارتباط هم لکنت میگیرن میگن تو این کار قوقولی. مثلا تیپا همه کتونی ایرفورس و فلان نبود که، یه لباس فرم بود همیشه. حتی ما تو دبیرستان که داداش ولمون کن بابا، ما الان تو سن اشغالیم، کفش مشکی، کوچلوار سرمه‌ای، پیراهن سفید. آخه مگه اومدی داداش پادگان مگه؟ چیک بودم ارزی طولی الان الان همه شلوارا بگی و کارگو و نمیدونم کتونی، همه نایکی و خبر از این خبران موا همه فلان و ارتباطام لکنت میگیرن میگن تو این کار قوقولی. آ قوقولی مرزی طولی الان تو ارتباطام لکنت میگیرن میگن تو این کار قوقولی. کوکولی ماری مالی جا به جا میشه همه توی پکا، اما هنو بر آموزش فرورش مهمه که بیفتن نمره تکا ککا. واقعا اینطوریه؟ من تو دبیرستانای دخترونه میشنیدم که مثلا حالا میشنیدم ما اون موقعی که رفتم دبیرستان، ما دیگه رفتیم شهرک غرب و اگه شنیده باشیم باز یه بوعلی، آره دیگه یه بوعلی هم تو هدا، ببخشید هدا، تو شهرک غرب خیلی معروف بود، میگفتن تو هدا مثلا سقط بچه سقط شده مثلا تو دستشویش اینا بود و فلان اینا رو من تو دختر من پسرونه من هیچ وقت هیچ داستانی قدیم نمیدونم، هم کوکولی موکولی و مارین پاری و از این خبرها. الان مگه باشه؟ اون موقع مگه شما میتونستی یه نخ سیگار اصلا دو کل تهران نمیشنیدی که دو فلان مدرسه یه نخ سیگار جا به جا شد سرتو میبریدن به جا میشه همه توی پکا، اما هنو بر آموزش فرورش مهمه که مثل بنز کتک میخوردی محمد از معلمی و اینا میزدن سنگین خودکار لای انگشت و خطکش نه این ورش این نوکش و از اون ور، یعنی این ور دستتو با نوک میز. من حالا من خوردم دبستان هم خوردم، به حال من همیشه شیطون بودم تا این اول مهر یه خورده بره به آخرای مهر و اینا بفهمن که من درسم خوبه، معلم ها مثل چی منو میزدن، بعد دیگه من درسم مثلا میفهمن خوبه دیگه من دیگه ریله میشه بیو فنوم تکا ککا نمیگزه ولی فکا میخورن زمین موقع کتکا واسه دم آبخوری چون مرا مهمی اگه بخورم آب خنکا دهن پسر پر خون شد دیگه نمیگه دری بری فرداش با اولیا. آخه یعنی چی ترک درست کنید چه مدرسه الان همینه دیگه نه یا عوض میشه کار خنکا دهن پسر پر خون شد دیگه نمیگه دری بری فرداش با اولیاش اومد اسنیچ فکر میکردیم سری ولی دلو حاضر ام بی حاضر من پک شد خورد غیبت آب گاد را آب افتاد یه جوری که بشه سری ولی تو مت من مت مدرسه دیگه نی بر ماها آقا اجازه. و حتما شما هم تجربه داشتید داشت دم در وایسا زنگ آخر، یعنی ببین استرس میگرفتی. من مدبستان بودم مشتی کتک میخوردم، یادم دبستان بودم ریزه میزن بودم کتک میخوردم، طوری که دیگه مامانم اینا پنجم دبستان من رو فرستادن کلاس کونگ فو. من دیگه حالا یه 5-6 سالی کونگ فو فلان، من دیگه دبیرستان خودم از اونه بودم که میگفتن داشت دمه در وایسا زنگ آخر کردم و خیلی خاطرات بدی هم بود. تو مت من مت مدرسه دیگه نی بر ماها آقا اجازه ببخشید ولی کی رفت امتحانا تو اون استرابا چی شد؟ آب افتاد یه جوری که بشه شری وری تو مت من مت مدرسه دیگه نی بر ماها آقا اجازه ببخشید ولی کی رفت امتحانا تو اون استرابا بعد تعطیلی تو همه اون زدالا. آخ 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 استرابا تعطیلی بعد 13 به در، یعنی 13 به در بی خودترین روزه سال بود، با اینکه خود روز تعطیل بود ولی شما بعد یه تعطیلی سنگین می‌خواستیم. وای چقدر بود من بچه دلم برای همه روزهای زندگیم تنگ میشه جز مدرسه. اصلا من واقعا بمیرم دیگه دوست ندارم برگردم مدرسه. خیلی هم مدرسه اونقدر بچه من بدم میومد از مدرسه، پیش دانشگاهی رو من غیر حضوری گرفتم و نشستم خودم برای کنکور خوندم، حالا دانشگاه خوبم قبول شدم ولی خود نمیتونستم مدرسه بدم میومد و من حتی اول دوم سوم دبیرستانم کلی خودم رو میزدم به قلب درد، بعد میومدم خونه یعنی زنگ میزدم مامانم میومدم و خودم رو زیاد به مریضی میزدم نمیرفتم، قلب دردم به تو یاد بدن داداش خواستی مدرسه رو چی میگی من قلبم درد میکنه. قلب درد علائم ظاهری نداره، شما من سرما خوردم بشه که حالت خوبه که
متوجه دستم شکستی داشت، دستت سالمه، ولی حاجی قلب دم اسم کارم گنده است، قشنگ شما یه هفته در روزی پک میخوابی تو خونه. آقا حاجی قلبم گرفت، همه هم میترسن، شوخی نداره که قلب درد مثلا بری تو مدرسه بگی من قلبم درد میکنه، میگن اب نداره حالا بشین خوب میشه، میدونی سریع مرگ اونو دردسر نشه، میگن خانم مثلا بیا دنبال بچت. قلب درد خداه تزمینی از من بپذیر، شما بگو من حاجی قلبم درد میکنه برو دیگه نیا. من یه هفته نمیرفتم، هم مامانم اینا میترسیدن میگفتن نرو بلش کن ما میریم مثلا با ناظم صحبت میکنیم فلان، هم مدرسه میترسید. یعنی از دم یه هفته نمیرفتم، دو روز میرفتم دوباره حال نمیداد، میگفتم حاجی. فقط اون روزایی که یکی پنج شنبه ها رو میرفتم که نیم تایم بود دیگه، چون هنوز نمیدونم نیم تایم اینا مثلا باید تو همیشه دو میمونید تا 12 میمونید، یکی اون پنج شنبه ها میرفتم، یکی هم اون موقع که زنگ ورزش و پرورشی و اینجور چیزا بود دوشنبه بود یادم نیست کی بود، اونا رو هم میرفتم. ما بقیه حاجی قلب درد هیچ کس هم هیچ وقت سوال هم زیده شده چه موقع زیست و ریاضی و حالا من درسم اینا خوب بوده بچه، من ریاضی همیشه نمره اول مدرسه بودم، کلا شاید اول مدرسه بودم، ولی مدرسه بعد فقط ورزش، ورزش من قلب دردم خوب میشد خیلی بال علی یادم اومد. ولی کی رفت امتحانا تون استرا با بعد تعطیلی تو همه اون قلب درد از سیرگی رو بردید من مت مدرسه دیگه نی بر ماها آقا اجازه ببخشید ولی کی رفت تو امتحانا تون استرا با بعد تعطیلی تو همه اون زد حالا از سیرگیر آوردید مثلا از این کارا بکنی مدرسه از این کارا مگه ما میتونستیم بگی بالا چشید ابروه تون استرا با بعد حال کنیم بچه ها الان حال کنیم می اون زد حالا از سیرگیر آوردید کیرم تو امتحانا رو دوشم میذارم کیف کولیمو بعدم رو سرم کلاه هودیمو انقدر آپا رو کردم اسمو کنگاری گذاشتم عینک دودیمو توی مدرسه نه ولی تو رپ خیلی ها دیدن اون روی بولیمو یکی روله یکی هم کلاسا دوتا چیزی که میخوایم به پیچونیمو بیا از خیابون درس بگیر نمره و دست فریندش قلب درد میخوای بپیچونی قلب درد میبیرون رول ردیف توی مدرسه نه ولی تو رپ خیلی ها دیدن اون روی بولیمو یکی روله یکی هم کلاسا دوتا چیزی که میخوایم به پیچونیمو بیا از خیابون درس بگیر نمره و درس و مشق و وللش با این که دودی نیستم ولی بهت گفتن چوب معلمت گله بکشش تعهد یا بلدن واه چوب معلمت گله بکشش اصطلاحاتو یکی هم کلاس دش با این که دودی نیستم ولی بهت گفتن چوب معلمت گله بکشش تعهد یا بلدن چیه قلقش حتی انضباطت بشه صفر یه قهرمان دستی وقتا با لباس فرم نه با ماسک و شنلش کیر توش همه چی کنکور نیست کیر توش همه چی کنکور نیست چیزی که جامعه میخواد فقط دکتر و مهندس و رئیس جمهور نیست نظر به باریکلا چه حرفای قشنگی آفرین توش همه چی کنکور نیست چیزی که جامعه میخواد فقط دکتر و مهندس و رئیس جمهور نیست نظر به زور مجبورت کنن گوش بدی به کسی که اولد نیست اینا میخوان بی خیال باشی وگرنه فقط تو گل یا پوچ گل پوچ نیست 12 years a slave به جا پوستی های شبات پیر شدیم ما با این که عروزشو میخوردیم از آب حیات به همون میگفتن پای چندی ولی خب خودشون پای وسط مدرسه پسرونه هست و انز پیدامو میکنی لو اسم بلا تو مت من مت من این عین حقیقت محض من و شما هم با هم قبلا صحبت کردیم که اگه درس و مشق دوست داری اگه دوست داری یا سنگینم باید دوست داشته باشی این درس و مشق درست حسابی بری ادامه تحصیل بدی یک موفقیت تضمینی خواهی داشت ولی این تنها راه زندگی نیست 100 تا راه دیگه وجود داره یکی از یکی خوشحال کننده تر و خوشبخت کننده تر که قبلا چون راجبش صحبت کردیم الان راجبش صحبت نمی کنم و حرف قشنگی هم زد دنیا و کشور و فهمان که فقط دکتر مهندس نمیخواد خیلی مسیرهای پرخوشگذرونی پرپول پرخوشبختی دیگه ای هم هست ولی اگه درس و دوست داری یک موفقیت تضمینیه مدرسه دیگه نی بر ماها آقا اجازه ببخشید ولی کی رفت امتحانا تون استرا با بعد تعطیلی تو همه اون زد حالا از سیرگیر آوردید کی رفت امتحانا تو مت من مت الان اینکه خودش محصله این الان این ترکش بیاد بیرون مدیر مدرسه بفهمه حل الان اینجوری شده سیستم چون الان میدونم که خیلی قدیم خیلی مثلا ناظم محور بود معلم محور بود مدیر محور بود خلاصه مدرسه محور بود شما هیچ حقی نداشتی ولی الان شنیدم که بچه ها محوره یعنی معلم بگی بالا چیز بچه میزنه معلم یا چش قربان شما خوب کار کردی چون غیر انتفاعی 24 میلیونه چقدر پول سنگین دادی اونا همه باید بگن چشم اگه الان سیستم اینه که اینم میگه مثلا این دم و دستگاهی من تو امتحانا مدیرم میگه بله قربان بکن تو امتحانا ولی زمان ما میگفتی داداش
نوکی ناخونم تو امتحانا میخوام دارم چین زیر گوشت که دیگه حساب کار دستت بیاد مدرسه دیگه نی بر ماها آقا اجازه ببخشید ولی کیرم تو امتحانا تو نسترا با بعد تعطیلی تو همه اون زدالا از سیرگی رو بردید کیرم تو امتحانا چه ترک عجیبیه چیه؟ تموم شد بله چه ترک عجیبی بود این که شما بیای راجع به مدرسه حرف بزنیم خیلی کانسپت عجیبی بود ولی فکر کنم که خیلی ترک فن داره چون خیلی همه الان تینیجرها الان خیلی دوست دارم میان آقا دمو دستکام تو مدرسه دمو دستکام تو امتحان و دمو دستکام تو همه جا و فلان ولی باحال بود حداقل برای من که یاداوری خاطرات ابر بی خود بود امیدوارم لذت برده باشین مواظب خود بچه شما بگین که چند سالتونه ها کامنت کنین که چند سالتونه عمدتا من ببینم با محصل سر و کار داریم با دانشجو سر و کار یعنی مدرسه بروین دانشجویین مثلا سر کار بروین یا همسن منین یا بزرگترین مادر پدرین چی هستین دوست دارم که بدونم امیدوارم که لذت برده باشین مواظب خودتون باشین و خدا نگهدار دوستتون دارم شدید به مدت مجید خداحافظ